من در این خانواده فرهنگی و علاقمند به هنر و فرهنگ ایران در تیر ماه 1340 به دنیا اومدم در مشهد. پدر من و مادرم هر دو تحصیلات عالی دانشگاهی اون زمان رو داشتن. پدر من ادبیات انگلیسی و فرانسه خونده بود و مادر من جغرافیا. مادر رئیس بزرگترین دبیرستان دخترانه اون زمان خراسان بود و در شکلگیری علاقمندی من به هنر و نقاشی و خط و موسیقی خیلی خیلی موثر بود. پدر و خانواده پدری به ادبیات و شعر و شاعری خیلی دلبسته بودند و پدر من، در حقیقت پدر بزرگ من، شعر میگفت و تخلصش ساکت بود. از این جهت اسم فامیلی ما ساکت شده. خود پدر من شعر زیادی داره که خب امیدوارم به زودی ما اینها رو در یک مجموعی به چاپ برسونیم. دوستان خانوادگی پدر من و در حقیقت خانواده ما اون زمانی که من بچه بودم، از یک سو دکتر شفیع کتکنی و برحال های هنرمندان دیگری مثل دکتر علی شریعتی، دکتر شفیع کتکنی، آقای سیاوش کسرایی، اینها به خونه ما رفت آمد داشتن. من از زمانی که یادم بیاد همه مدرسه میرفتم، سال اول دبستان یا قبلش، هر شب پدر من رو کنار خودش میخوابوند و یه مقدار شاهنامه برای من میخوند و معنی میکرد و من صبح با شوق و اشتیاق اینو برای هم کلاسی هم تعریف میکردم. تا به زبان کودکی خودم اون چه که یادم مونده بود تو عالم خواب و بیداری. همون قبل از اینکه برم مدرسه برای من یه ویولون کوچیک خریدن. من خیلی علاقمند بودم، زنبورک میزدم، من بلدکا میزدم، یا خیلی علاقمند بودم. یادم دایی من آقای منوچهر زمانیان، بعدها اولین معلم من در تار بود، دایی من یه گیتاری خریده بود، زیر تخت گذاشته بود و من یادم اولین بار این گیتار رو بردم بیرون و یه از پرده های گیتاری فرتش رو به اصطلاح گیتار نواسا گرفتم و یه صدایی از این خارج کردم. صدا خیلی شفافی بود، خیلی تأثیر خاصی رو من گذاشت. همیشه دنبال این صدا بودم همواره. معلمی برای من گرفته بودن، من هنوز مدرسه نمی‌رفتم. این معلم که خوب از نوازندگان خوب ویولون مشهد بود و به حال انسان خیلی فهیم و خوبی بود، ولی آموزش به کودک اصلا اون موقع مطرح نبود. منی که هنوز خواندن نوشتن و تقسیمات و ضرب و تقسیم و جمع و اینا رو نمی‌دونستم، اومد به من، ایشون شروع کرد، گفت خب این سیاه، چنگ نصف سیاهه، نیم زر، این یه چهار. اصلا من کلافه شدم، چه دوستم اینا چی. این گذشت تا اینکه، البته میگم در تمام دوران دبستان من زنبورک میزدم، تو تمام جشنهای مدرسه و سر ارکستر اینا من زنبورک میزدم، بعدها ملودیکا میزدم. در صدا سیمای وقت اون زمان خیلی من برنامه‌های ملودیکا و جشن اجرا کردم. این گذشت. خب قبل از اینم من، چون خانواده مادرم به نقاشی خیلی علاقمند بودن، مادرم منو گذاشت کلاس نقاشی جناب آقای صادقپور، استاد صادقپور، که طراحی با مداد کنته و سیاه قلم رو اونجا کار کردم. بعد مدت‌ها کلاس آقای پیراسته بیافتم کهشون الان در قید حیات هستن، خوشبختانه هر جا هستن، امیدوارم سلامت باشن. مداد رنگی و رنگ روغن رو اونجا کار کردم. هنوز نمونه های نقاشی اینها رو مادرم جمع‌آوری کرده و من دارم اینجا در دفترم، هم نمونه های زیادی دارم از اینا.
بعد گفتن یه نفر نقاش از تحصیلات نقاشی از ایتالیا داره یا فرانسه داره اومده و خیلی خوب، آقای دولو. من مدت ها هم شاگرد آقای دولو در آبرنگ بودم. خلاصه همزمان با خمیر بازی من مجسمه های زیادی درست میکردم. اون زمان بچه ها اسباب بازی داشتن، بهش میگفتن مینی کار، ماشین کوچیکی بود که پلاستیکی بود و خب بالاخره یه چیزی بود. یه هم کلاسی من داشتم این از باباش از خارج از کشور از مثلا انگلیس اینا مینی کارهای فلزی که چرخهای فنردار و سنگین و اینا داشتم میورد. خب ما سراشیبی این مدرسه رو یه سراشیبی داشت که میوادن تو حیات ماشینا و اینا مدیر و اینا، ما میرفتیم ضربه تفریح اینا رو میذاشتیم مسابقه میدادیم ماشینامون هر کی زودتر بره. خب ماشین ما پلاستیکی سبب نمیرفت. من با خمیر بازی شکل حیوانات رو میساختم، مثلا دایناسور، فیل، میمون، چیز دیگه اینا با ماشین میری کارا این عوض میکردم. یکی از چیز من بود. بعد به نجاری خیلی علاقه‌مند، پدر بزرگی داشتم که برام مسائل ابتدایی نجاری خریده بود. من اسباب بازی خودم و خودم درست میکردم حتی قبل از اینکه مدرسه برم. یه چی مقدار چوب داشتم چیز میکردم اینا رو هاوفما درست میکردم. بعد باز دوباره دیگه چوب دیگه نداشتم، میخوای اینا رو در میوردم یه جور دیگه میبریدم، ازشون یه قایق درست میکردم، روش آرمیچر میذاشتم و باتری میذاشتم، رو حوض میذاشتم. یعنی تمام مدت دوران کودکی من به ساختن، من خیلی به خلاقیت علاقه داشتم. یادمه کبریت میگرفتم، گوگردای کبریت رو با حوصله میتراشیدم و اینا رو با چسب میچسبوندم که هم خونه و شهر و ماشین و اینا درست میکردم. این دوران این گونه گذشت تا اینکه به همت صدا و سیمای وقت اون زمان پیش از انقلاب حدودا سال 54 یا 55 اگر اشتباه نکنم 55 54 55 یا 56 دو سال سه سال قبل از انقلاب دو سال قبل از انقلاب یه کارگاه موسیقی کودکان و نوجوانان در مشهد تأسیس شد از سمت صدا و سیمای وقت اون زمان. آقای مرتضی دلشب هم که به تازگی در رشته کلارینت از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شده بود و جذب صدا و سیما شده بود مسئول اون کارگاه شد. دایی من آقای منوچهر زمانیان شاگرد یک شخصی بود به نام استاد جوان. استاد جوان از اولین فارغ التحصیلان مدرسه موسیقی وزیری بود و آشنا به نوت و تار و ویولن می‌زد. اومده بود مشهد. دایی من شاگرد ایشون بود. همون زمانی که من میخواستم، یعنی کارگاه موسیقی درست شد، استاد جوان همون حوالی فوت شدن و دایی من دعوت شد به کارگاه موسیقی برای تدریس تار. به منم گفت اگر میخوای بیا یاد بگیری، ولی اگر میخوای مثل کار دیگه نقاشی و سازی ول کنی و چیز نکنی نمیخواد بیا. من با خودم اندیشه کردم که خب حالا میریم، تو پای به راه بنه و خود هیچ مپرس، خود راه بگوید که چون باید، یا میری بره. الان من بودیم ادامه میدیم، الان کسی نریم کسی جلو اونو نمیگیری یا مثلا مؤاخذه نمیکنه. که خب عشق آمد و عقل همشو بادی، رفت از بر من هزار یا رفت از سر من هزار فرسنگ. و خب یه ده پونزده شانزده تا جوان بودیم، رشته‌های مختلف داشتیم، کلاس سنتور بود و کلاس کمانچه و ویولن بود و کلاس تار بود و اینها، کلاس تنبک بود. دو سه ماه چهار ماه دایی من درس داد، بعد ناچار شد بره برای که برای ادامه تحصیل مشهد ترک کرد. من دیگه در حقیقت بزرگترین اون بچه ها بودم، بقیه همه 8 ساله و 9 ساله و 10 ساله و 6 ساله بودم، من مثلا 14 ساله بودم. سال بعدش ما همینجوری چند تا درسی که بلد بودم با بچه ها میزدیم و کوچکتر از خودم و اونا درس میدادن با هم میزدیم میرفتیم اونجا. میشه هفته سه روزم کلاس بود، روز زرگین کلاس بود، محیطی بود من خوشم میاد، میرفتیم اونجا. من اصلا اصولا کارهایی رو که دست درش دخالت داشته باشه، یعنی با دست بسازم و چیز کنم و فکر و اندیشه و دست تو امان با هم دخیل باشن خیلی دوست دارم. میگه دست گنجینه مهر و هنر است، خواه بر پرده ساز، خواه بر گردن دوست، خواه بر چهره نر، خواه بر دنده چرا، خواه بر دسته داست،
خواه در یاری نابیناوی، خواه در ساختن فردایی. به هر حال این گذشت تا اینکه آقای حمید متبسم که ایشون مشهدی هست، اون موقع دانشسر تهران دانشسر هنر درس میخوند، تار میخوند، و ایشون برای تعطیلات تابستون اومده بود مشهد و خلاصه دایی من باش دوست بود، گفتش که من که نیستم تو اینجا درس بده. دایی من خیلی نقش دایی من در این که من با آثار با شکوه موسیقی ایرانی آشنا بشم و آثار استاد وزیری خیلی نقش داشت. همیدم در تمرین کردن من آقای متوسط خیلی، به طوری که بعد که انقلاب شد و مرکز تعطیل شد، حمید که اصلا تارش مدت ها خونه من بود، صبح میرفت همکار پدر و برادر آقای متبسم حمید یه فروشگاه لوازم اسباب بازی بچه داشتن، خیلی هم شیک و خیلی با کلاس بود. پدرشون هم تار میزد، برادرش ویولون میزد، پدرش تار میزد. قدیم خب جزو نوازنده های مطرح مشهد بودند، ولی خب در اون سالها قبل از انقلاب و اوایل انقلاب چون موسیقی ایرانی کم رنگ شده بود و اینا به اسباب بازی فروشی به اصطلاح پرداخته بودند، در کنارش تعمیر ساز و احیانا معرفی برای خرید ساز هم میکردن. حمید اونجا کار میکرد، صبح عصر میومد خونه، میومد پیش ما چند ساعتی تار میزدیم و بعد میرفت منزل برادرشون رضا که در فرانسه بود، دکتر رضا منزلشون اونجا خالی بود، دست حمید بود و پدرش اینجا زندگی میکردن. حمیدم به تازگی ازدواج کرده بود، با خانمش تو همون خونه بودن. این مجموعه مثلا آموزشه من با معلم بود. زنگ زدم از طریق پدرم به کانون چاوش، اون موقع کانون چاوش تازه تأسیس شده بود، آقای علیزاده و آقای لطفی و آقای مشکاتیان، اینها مدیریت کانون رو داشتن. البته من دو تا تار شاهرخ داشتم که از پدر حمید خریده بودم، دونه 5000 تومان، خیلی پول بود. بعد زنگ زدیم به چیز که شما میتونید مثلا تار یحیی برای کیوان بخرید، گفتم رفتیم با مادر رفتیم و استاد علیزاده خیلی محبت کرد. قبل از اینکه تار بخرم هر روز 6 صبح، موقع سهمیه بندی هم بود، نفتم نبود، یادم هوا سرد زمستون بود، من اصلا نمیفهمیدم سرما، آدم مثلا سرما هم وجود داره اصلا، یا مثلا بنی آدم که اعضای یک پیک کردن گشنه هم میشن، احیانا خسته هم میشن. ساعت 6 با من قرار میذاشت، خیلی سهر از همون موقع سرخیز بود آقای علیزاده، با خوشروی تمام من رو توی کانون اونجا سردم بود و فلانه، ولی من نمیفهمیدم. میگفت اینجا سرده ولی چون نفت کم داریم گذاشتیم کلاس عصر که کلاس ها چیز میشه اونجا نفت، ما شروع میکردیم و تار میزدیم و میزدیم و میزدیم و میزدیم. میگفت این سازو بگی بزن. ساعت 3 میاد، میگفت خب حالا کلاس ها میخواد شروع بشه دیگه، حالا نمیتونی اینجا باشی، باید بریم. تا اینکه منتظر این بودم که گفت من سفارش کردم چند جای تار برات پیدا کنن، تلفن آقای علیزاده رو گرفتم بیام تهران. من مثلا میامدم مرتب تهران با هنرمنده ارتباط داشته باشم. مثلا یادمه خب استاد جلیل شهناز که خب من خیلی به سازشون علاقمند بودم، همه هستن، و یه استاد بی نظیریست. من یادمه هر وقت من زنگ میزدم که استاد من اومدم تهران مثلا میتونم 5 دقیقه شما رو ببینم، ببینید خب به حال یه بچه شهرستانی 16 ساله مثلا یه استاد بزرگی رو که با سازش زندگی کرده و دیده و فلان اینا، خب خیلی دوست داره ببینه دیگه. استاد شهناز میگفت جان آقا همین الان دارم میرم اصفهان آقا. یعنی هر دفعه من زنگ میزدم یادش بخیر چقدر من ایشون رو دوست دارم و دوست داشتم. و یادم تو هم جایی که الان مکتب خود میرزا عبدالله هست، توی اتاق سمت راستی که اتاق بزرگی هم هست، تهش هم میز مثل که اون برش بداره، من گوشه نشسته بودم داشتم میزدم. هر روز صبح میرفتم اون مدتی که اینجا بودم، آقای علیزاده سر 6 صبح با من قرار میذاشت، من 6 میرفتم اونجا و یک کله تا 3 بعد از اون میزدم، نه چیزی میخوردم نه مینوشیدم. یه روز در باز شد، منم هم همجور مثلا فکر کنید جوانش 17 سالم بود، اضافه آقای لطفی و آقای علیزاده با هم اومدن. آقای علیزاده گفت این جوان از شهرستان بیاد، این خیلی پشت و کارش خوبه، این خوب میشه در آینده.
هر شب یکی از اعضای گروه عارف و شیدا اونجا به عنوان کشیک میخوابید. یه روز صبح که ما مثلا به حسب چیز رفتیم اونجا، ساعت 6:30 بود، واقعا الزده قرار داشتم رفتیم اونجا، هر چی در زدی آقا الزده در زد، کسی در باز نکرد. اون شب قرار بود که آقای پشنگ کامکار اینجا کشیک بخوابه، هر چی در زد باز. زنگ زدم به یکی دیگه، میدونم بیژن اومد، اونم هرچی در زد. خب موبایل این حرف هم تلفن میزدن، نگران همه آقا چی شده. لطفی اومد، آقای لطفی هرچی در آخر سر لطفی با مثل این فیلم با گوشید با این شونش زد قفل در رو کند و رفتیم تو. دیدیم پشنگ خواب. بعد گفت نگران شده، گفتم خب چرا در نزدیم؟ گفتم بابا در کندیم، تو متوجه نشدی. این هم خاطر جالبی بودم، نگران بودم. و یکی از همین روزا من از صبح تا شب تا زور ساز زده بودم، آقای علیزاده گفتش که خب دیگه الان کلاس ها شروع میشه، تو میتونی بری. گفتم میتونم سر کلاس شما بشینم؟ گفت بشین. نشستم و موقع آقای فریدون احتشامی داشت درس میگرفت، ردیف ماهور و خسروانی و اینا رو درس میگرفت، که یه تلفن زدن، منشی خانم لطفی، خواهر آقای لطفی یادش بخیر، منشی اونجا بود، اومد گفت آقای تلفن با شما کار داره. تا رفت این داشت میزد، من تا رو بعدش گفتم ببین اینجاش اینجوری بزن. گفت مگه تو اینا رو زدی؟ گفتم نه الان خب داشت میزد دیگه، اینا اینجوری بزن. آقای علیزاده اومد و گذشتون کلاف فریدون شما خیلی سبک آقای شریش میزنه، خیلی شیرین ساز میزنه، جوان خوبی هم هست، اون موقع هم خاطر خوبی ازش دارم. فردا که اومد تارو داد دست من، بلافاصله من شروع کردم یکی از اون آهنگا رو، همینجور چیزی که تو ذهنم مونده بود. گفت این از کجا بلدی؟ گفتم که دیروز میزدیم. گفت ضبط کردی؟ گفتم نه، اون موقع که MP3 اونم ضبط و فلان و موبایل الان همه چی هست. گفتم نه والله همینجور زدی تو ذهنم بود، من بازی میکردم باش تا امروز، مزمزه میکردم با اون ملودی. گفت خیلی خوب، کیف رو باز کرد و نوت ده تمیل که با دست نوشته شد اصل نوت رو من داد، گفت برو کپی بگی. گم نکنی اینا رو، اینا خواهد چاپ بشه، اگه گم کنی بیچاره میشین. با دست نوشته بود. من رفتم کپی گرفتم و بعدم یک کاست به من داد، ردیف میرزا عبدالله، یه طرف همایون اون طرف چارگاه. گفت اینم کار کن، دفعه بعد اومدی تهران بیا اینا رو من جواب بده. من رفتم مشهد و با شور و شوق، خب یه تاری هم خریده بود برای من قبل از این، یادم رفت بگم آقای گل محمدی نامی بود از بچه های هنرستان، این تو کار خرید و فروش ساز بود اینجوری که میگفت. من یه بارش رو دیدم، دو تا تار آورد و یحیی و آقای علیزاده زد، یکیش رو انتخاب کرد، من دو تا تار شاروخو بهش دادم، دونه 5000 تومان خریده بودم، 8000 تومان هم پول بهش دادم، 18000 تومان تار. موقع میشد مثلا یه آپارتمان کوچیک خرید با این پول. برگشتم مشهد و تار جدید و کارهای جدید و خب من که معلم نداشتم مدت ها، یه نوار داشتم که باید کار میکردم و یه سری نوت داشتم باید میزدم و تار جدید و اینا رو شروع کردیم به زدن و خیلی زود همه نوار رو من زدم. اومدم تهران، آقای علیزاده رفته بود آلمان، آقای لطفی بود و تازه اون داستانایی که حزب توده رو چیز کرده بودن و مخفی شده بودن و فلان اینا، آقای لطفی ولی بود. صحبت کردیم و وارد شدم، آقای اشد تماسبی نشسته بود، مجید درخشان نشسته بود. قبل از اینم پدر من رئیس شورای شهر جدید مشهد بود، گروه شیدا رو به سرپرستی آقای لطفی، خوانندگی آقای ناظری و نوازنده‌هاش آقای مجید درخشانی بودن، نمیدونم اسماعیل صدقی آسا بود، آقای افشارنیا بود، یا دعوت کرده بود، آقای کامکار بود،
بیژن بود درف میزد، ارژنگ تنبک میزد، دعوت کرده بود اینا اومده بودن و یه شامی هم با هم خوردیم و من روبروی لطفی نشسته بودم. گفت فردا بیا من تازه دارم تو ببینم. من فردا هم رفتم اونجا و پیششون رو لطفی گفت مذاب تو ببینم. مذاب دیدم، گفت مذاب خوب نیست. به واقعی درخشانی گفت مجیدی مذاب تو بده ببین. این تنها باری بود که من آقای لطفی رو دیده بودم. تا بعد اونجا نشستم تو کانون چاوش سالها بعد، چه دو سال بعد یه سال پس ایشون تار میزد و گفت فردا بیا سر کلاس. رفتم سر کلاس و چند ساعتی نشستم تا نوبتم شد. بعد گفت چی زدی؟ گفتم ردیف چارگار زدم. گفت خب شروع کنیم. شروع کردیم و اتفاقا ضبط شدش هم دارم، یعنی ردیف اون رو نوار ضبط کردم. ایشون میزد و من میزد و ایشون میزد و تا آخر حصار رفتیم. گفت خب تو که اینا رو بلد دیدی که بلنش برو. این تنها ملاقات کاری من با آقای لطفی. چند سالی هم من در داروخانه پدر بزرگترین داروخانه میشه گفت ایران رو داشت اونجا. من نماینده تمام اسباب بازی انگلیس، تمام لوازم آرایشی اروپا و شیر خشک و لوازم بچه هلند و خیلی مفصل بود. و من 8 سالم داروخانه پدر نسخه پیچی میکردم، نسخه پیچ بودم. به این شکل با پزشکی و داروها و خب خیلی علاقمند بودم، مطالعه میکردم، با خیلی دیگه آشنا شدم. و خب یه روز توی داروخانه نشسته بودم، من خیلی زود پیشرفت کردم، شدم نسخه پیش میز جلو کنار دکتر. خیلی وقتا پت دکتر نبود، دکتر یه کاری داشت میرفت بیرون، من اونجا جاشوایی میشدم. همکاران دیگر داروخانه آقای حسن کریمی بود که بسیار مرد نازنینی است. از بچگی ایشون در حقیقت مثل برادرم دوست داشتم ایشونو و هم دل و همراه پدر من بود. آقای رضا نباتی بود، خانم دکتر کلانتری بودن، اینا جمع خوبی بودن اون دوره. یادم یه روز داشتم نسخه مردم میدادم، یعنی داروهاشون رو میدادم و دستوراشون می نوشتم روش و اینا. دو نفر مرد خیلی شیکو، یکی قد بلندتر، از من تقاضای یک داروی آرام بخش خیلی قوی به نام مگادون 100 کردن که خیلی اون موقع هم داروها سهمیه بندی بود، یعنی دارو سهمیه بندی بود، اینم نبود، جز داروی بود که نسخه میخواست. اگر یه من مثلا بازرس اداره چیز میامد، سازمان دارو بهداشت میامد و بدون نسخه و فلان، یعنی خیلی مکافات بردار خوندش. از اونها اصرار و از من این کار. حالا این چه وقتی بود؟ این زمانی بود که آلبوم بیداد استاد محمد رضا شجریان به آهنگسازی استاد فقید پرویز مشکاتیان اومده بود در اختیار مردم قرار گرفته بود. اون ور آلبوم هم استاد غلام حسین بیگجخانی تار تنها زده بود با آواز استاد شجریان. قبل از اینم من با بگجخانی با سازش آشنا شده بودم. یه شخصی بود که چندین مهندسی داشت و چندین زبان مسلط بود و اینها. این اومد پیش من کلاس ستار و بعد مثل برادر بزرگ من به من بهش علاقمند شدم. برای من این نوارا رو از تهران می آورد و اینا. خاله بگش مهندس داریوش دانشور که الان کتاب فروشی بسیار معتبری در مشهد داره. اینا اصرار میکردن که قرص مگادون 100 به ما بده، من هم میگفتم نمیتونیم بده. اون برگشت گفت بابا این داروخانه اگه بده، این داروخانه معتبرترین داروخانه است و فلان. و حالا ما برگشت به اون دوستش گفت ما با بیگجه چی کار کنیم؟ بیگجه ما از این اسما تو مشهد نداشتیم، الان هم نداریم اسمای اینجوری، آذری مشهد خیلی کم هست. گفتن منظورتون از بیگجه استاد بیگجخانیه؟ گفت بله استاد غلام حسین بیگجخانی. گفتم تار میزنه؟ گفت بله. رفتم یه بسته صدتایی آوردم، گفتم این از طرف من به استاد تقدیم کنی. گفت مگه شما ایشونو میشناسید؟ گفتم من از ارادتمندان ایشون هستم. گفت خب امشب چه کاری؟ گفتم که هیچی. گفت ساعت 8 بیا هتل نمام هایت موتل شماره فلان عقب شماره 8 ساعت 8 شب بیام اونجا. رفتم دم استاد مشکاتیان، استاد شجریان، بیگجخانی و کیوکی اینا هستن. این کی بود؟ جواد آذر بود. خلاصه از اون بعد تا موقعی که اون گروه مشهد بودن، جواد آذر زنگ زد
فردا قرص فلان و فلان و خود آنتیبیوتیک و کلسیوم و به کمپلکس و فلان، فردا بیا فردا شب خونه فلان چهش میرفتیم جوری میشستیم. یه دوستی داشتیم و هست الان، دکتر کمالی، متخصص قلب بود. دکتر کمالی کنار داروخانه پدر من مطب داشت. این صبح به صبح که میخواست بره مطب میامد به اصطلاح مشهدی هم میگن چخچخی گفا گفتیم با هم راجع به اخبار و موسیقی و موسیقی و چه خبر و چه آلبوم تازه و چی و فلان. ما یه به قول مشهدی چخچخی میکردیم با هم. شب قبلش آقای آذر گفت فردا شب خونه دکتر کمالی هستیم. گفتم بله بلدم بابا، اونجا که دوستمون هست. صبح دکتر کمالی اومد گفتش که یه خبر خوب دارم. گفتم میدونم دکتر، امشب خونه تو هستی یعنی همه بچه ها، منم دعوت کرده. گفت اه تو از کجا میدونی؟ گفتم بابا من هر شب الان دارم من دعوت میکنم. گفت خیلی خوب. خلاصه رفتیم خونه شد دکتر کمالی. در من موقعی که رسیدم استاد بکشخانی داشت میزد و استاد شجریان داشت میخوند. دیگه با اومدن ما تقریبا آوازشون تموم شده بود، ساز آواز. دکتر کمالی هم میرفت طبقه پایین و طبقه بالا و پذیرایی جام میوه بیاره، شیرنی بیاره، کباب بیاره فلان. یه دفعه گفتش راستی کیوان هم تار میزنه ها. گفت ای چرا تا حالا نگفتی؟ گفتم خب والا من جایی که عقاب پر بریزد از پشی لاغری چه خیزد. بیجه خانی تارو داد دست من. خلاصه اون شب گذشت و رفتن شب و شبهای دیگر. بعد من گروهی داشتم، همین آقای دانشوری که گفتم کتاب فروشی داره و این دوتا آپارتمان تو طبقه همکف خریده بود بهترین جای مشهد، همجوری در خیال من قرار داده بود که اونجا کلاس و محله و تمرین گروهی و فلان داشت. من گروهی داشتم به نام گروه سبا، کنسرت میدادیم. داستان کنسرت ها مفصل در موقعی که ممنوع بود با کنسرت آی داروش ارجمند هم مثلا موسیقی اینجا بود، مسئول موسیقی ارشاد بود. داستان ها دارم کنسرت اونجا که در همین حین چند وقت بعد از رفتنشون آقای مشکاتیان سال 69 زنگ زد دوست داری بیای تو گروه عارف؟ گفتم آره. گفت همین الان تارات میذاری این همین رو کولتو میای. این شد من اومدم تهران سال 69 با من سولیست گروه عارف 20 سال با یکی از بهترین هنرمندان عرصه موسیقی افتخار همکاری داشتم در گروهی که عارف اون زمان استاد مشکاتیان بود، زندیاد دیرجی بستامی بود، آقای ارسلان کامکار استاد ارسلان کامکار بود، استاد اردشیر کامکار بود، استاد بیژن کامکار بود، استاد ارژنگ کامکار بود، استاد محمد علی کیان نژاد بود، آقای کوروش بابایی کمانچه شاگرد خوب اردشیر بود، آقای سیامک نوبت نصر انگلیسی الان تار میزد شاگرد خوب آقای ظریف بود، آقای بهرام صاحب الان تار میزن دانشگاه درسنه ایشون بودن، آقای محمد فیروزی هم اوت میزن با آقای ارسلان کامکار. دانشگاه رو تا یه دوره رفتم، بعد در حقیقت منو معلق کردن به دلیل پرخ حال جرمانات اول انقلاب که بود و
بعد من دیگه تا تکنسین دوره عالی خوندم، ولی شرکتی هم بود کار میکردم اونا، ولی بعد دیگه اصلا ادامه ندادم. دیم به کار ساختمان میکنم، کار آب و گل. من یه آلبومی دارم چند سال پیش دادم به نام آن سوی آب و گل که حکایت از جان و دله. دیدم اصلا کار من نیست. گروه وزیری رو در 1375 تأسیس کردم، تشکیل دادم. گروه وزیری از یه سری هنرمنده اون زمان بودن، آقای محمد دلنوازی، آقای سیاوش پورفضلی، آقای حسن مقدم، کمانچی آقای سهیل ایبر. اول اجراهامون اینجوری بود، ولی بعد الان گروه وزیری یه ارکستر بزرگی است که در بین 40 تا 70 نفر در تهران عضو داره و در شهرستان‌ها و یا خارج از کشور طبیعتاً با سبک‌تر حرکت می‌کنیم به دلیل امکانات محدود مالی. فیلم آلبوم تصویریمون با صدای آقای سالار عقیلی هم همین چند ماه پیش صدا منتشر شد. شست از شیشه ها دست باران، تیر گرد و قبار زمانه، از دل من دریغا که شوید سال 61 ازدواج کردم و همسر من شاگرد من بود در اون زمان. بعد ما صاحب دو فرزند شدیم، سیاوش ساکت فرزند بزرگ من که فوق لیسانس میکروبیولوژی هست و تنبک هم میزنه، کنسرت های زیادی رو با هم در ایران و خارج داشتیم. فرزند دوم کیارش ساکت، ایشون ترم آخر لیسانس موسیقی هست و اونم تار میزنه و ستار، و با ایشون هم کنسرت های خیلی زیادی رو با هم داشتیم. نمیشه گفت فقط تحت تاثیر یک کسی آدم هست. از تمام گنجینه هنر و فرهنگ ایران من سعی کردم خوش چینی کنم، ولی خب استاد وزیری خیلی برای من همیشه یک شخصیت اسطوره‌ای موسیقی بوده. یک شخصی بود که از لحاظ اخلاق و از لحاظ کار در یک حد بسیار بسیار قابل احترامی از موسیقی و کار هست. و خب موسیقی ایران واقعا مدیون استاد وزیری و شاگردان خلف اون هست. Thank you.